بهنام دارایی‌زاده، حقوقدان و روزنامه‌نگار از تورنتو با ما هستند. آقای دارایی‌زاده، خوش آمدید. اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی و فعالان مدنی زندانی هم امری حقوقیه و هم امری سیاسیه. نظر شما درباره این اعتصاب قضاها چیست؟ بله، به نکته دقیق و درستی اشاره کردی. واقعیتش اینه که اعتصاب قضای زندان سیاسی سویه های متفاوتی داره. دست کم به نظر میرسه که شما میتونید از سه منظر سیاسی، حقوقی و همینطور اخلاقی موضوع رو بررسی کنید. به لحاظ سیاسی، خب اعتصاب قضای زندان سیاسی میشه گفتش که تنها آخرین یا به در بسیاری مواقع تنها ترین ابزار کارآمدی است، به نوعی کارآمدی است که در اختیار یک زندانی سیاسی قرار داره تا بتونه شرایط رو به نوعی به سود خودش تغییر بده. واقعیتش اینه که زندانی سیاسی با توسل به اعتصاب قضا تا اندازه میتونه شرایط عینی خودش رو با کادر زندان، بازداشتگاه تغییر بده. اون عامدیت از دست رفته خودش رو در طول دوران بازجویی از دست داده، دوباره بازیابه، طرف مقابل رو در وضعیت انفعال قرار بده، بگه که حالا من هستم که اراده میکنم و سعی میکنم شرایط رو تغییر بدم. به لحاظ سیاسی مسئله مهمه، هرچند که همیشه جواب نمیده و میدونیم که این در واقع ملزم هستش به یک پشتیبانی رسانه‌ای و فراگیر از اون فردی که در زندانی قرار و اعتصاب قضا قرار داره تا بتونه صدای اعتراضی خودش رو به بیرون از زندان برسونه. این به لحاظ سیاسی. به لحاظ حقوقی واقعیتش اینه که بله، شما در قوانین داخلی ایران میخونید، در آیین‌نامه این هستش که مسئولیت جان و سلامت زندانی با کادر زندان ها هستش. از این جهت کادر زندان و زندانبانان مسئول هستند. به لحاظ حقوقی یک موضوع مهم دیگه هم هست. در واقع اعتصاب قضا یک فرم یا شکلی از حق بر بدن خیشتن هستش، درست به مانند پایان دادن داوطلبانه به بارداری یا خودکشی هستش. به همین ترتیب اگر دقت کنیم میبینیم که در گفتار نیروهای مذهبی یا روشنفکران دینی کمتر از اعتصاب قضا استفاده میکنن، یه عبارتی به مانند روزه سیاسی استفاده میکنن، چرا که اون رو در واقع بدن رو متعلق به خود فرد نمیدونن، یه پیوند مذهبی بهش میدن. حالا در بلاد اخلاقی اما باز موضوع عینی دیگه ای در میان هستش. بلاد اخلاقی مسئله این هستش که من یا شمایی که بیرون هستیم حق نداریم به یک زندانی که در شرایط زندان قرار داره بگیم که چه بکن چه نکن، اعتصاب قضاش پایان بده. مسئله اینه که خود زندانی بهتر از هر فرد دیگه تشخیص میده شرایط خودش چیست، روحی و توانایی‌هاش چیست، خواستا و نیازهاش چیست، و در این وضعیت تصمیم گرفته اعتصاب قضا انجام بده. به این باور طرح این مسئله که یا جواب نمیده یا بی‌فایده است، به نظر من غیر اخلاقی است. خیلی ها معتقد هستند که جمهوری اسلامی اراده برای اینکه رفتار خودش رو با زندانیان سیاسی تغییر بده نداره، ولی ما همچنان شاهد ادامه اعتصاب قضاها در زندان ها هستیم. به نظر شما این اعتصاب ها چه انگیزه و هدفی رو داره؟ ببینید، اولا به نظر میرسه این فرض از اساس کمی اشکال داره. خیلی قابل دفاع نیستش که اعتصاب قضا بیفایده هستش یا نتونسته رفتار جمهوری اسلامی یا حکومت به مانند جمهوری اسلامی و در قبال زندانی سیاسی تغییر بده. موارد پرشماری و حالا الان فرصت شش میشه اشاره کرد که زندانی تونسته با توسل به اعتصاب قضا حداقل بخشی از خواسته ها و نیازهای خودش رو محقق بکنه. همین در تاریخ 10 سال 15 سال گذشته ایران شما میتونید مواردی رو بشمارید. به این اعتبار بی اصل اینطور نیست بگیم بیفایده و بی اثر هستش. مسئله دوم این هستش که حتی اگر هیچ به هیچ کنه از خواستهاش نرسیده و در پایان به مجبور شده به اعتصاب قضاش خاتمه بده، این کار رو کرده که تونسته یک هزینه سیاسی و رسانه‌ای رو بر حکومت سرکوبگر تحمیل بکنه و اون رو در معرض پاسخگویی قرار بده و از این جهت با کاریو پیش برده و اینطور نیست که بگیم که بیفایده هستش. ولی همه اینها به این معنا نیستش که ما بیایم بگیم که از اعتصاب قضای زندان سیاسی باید استقبال کرد. نه، رنج و درد تمامی انسان‌ها مایه تأسف هستش، قابل استقبال ازش نمیشه کرد، اما باید عملیات سیاسی و اراده سیاسی فردی که ناچار شده در شرایط امروز ایران برای خواسته اینکه حق حیات یک فرد دیگر رو خودش رو در معرض خطر قرار بده و بتونه صدای اعتراضی خودش رو به گوش برسونه، باید این حق رو براش قائل باشیم و ازش پشتیبانی بکنیم و صدای اعتراضیش رو به گوشش برسونیم، نه اینکه بیان بگیم که بیاین رو آقای دارایی زاده میگید که اعتصاب قضای زندانیان تأثیر داره. به نظر شما و از نظر شما تأثیر نهادهای حقوق بشری و گزارشاتشون چقدر میتونه در وضع زندانها تأثیرگذار باشه؟
اگه گزارش شاید به دقت ما خب در ایران که شما نهادهای سازمان حقوق بشر مستقل به معنی که ندید تقریبا اصلا ندید، میمونه نهادهایی که در خارج از کشور فعال هستن، اینها دو اندازه زیادی دارن کار خودشون رو انجام میدن و واقعا کارنامه قابل دفاعی هم دارن، با کاری به حواشیش ندارن، کارنامه قابل دفاعی دارن که تونستن صدای جامعه مدنی ایران رو بتونن در مجامع بلندتر، در مجامع بین المللی هر چه شبیه این به رسمیت بلند بکنن و از اینجا کارنامه قابل دفاعی دارن.